سال دوم رو که به سال کش دیروز بود میخواستم ببینم که شما مستحضر هستید که الان بعد از اینکه مدتی از آغاز به اصطلاح جنگ مسلحانه در داخل ایران میذاره، برخی نیروهایی که در این جنگ دخالت دارن و در برابر رژیم ایستادن اینها رو مورد انتقاد میدن که به اصطلاح درست نیست ادامه جنگ مسلحانه دادن سران رژیم. می‌خواستم که نظر حضرت عالی به عنوان مجتهد اسلامی در این مورد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اینا رو به اینها حتی حضوراً به همین خمینی چندین بار در نامه نامه‌هایی که منتشر نشده نوشتم، در نامه‌هایی که منتشر شده مقالاتم نوشتم، به خودش گفتم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام الله همین امر عقلی رو در نهج البلاغه فرموده که به ظاهرن خطاب مال کشتره. اینا رو من متعدد والله به این خمینی هم گفتم، هم نوشتم، هم دادم به روزنامه ها چاپ کردم که با خون ریزی نمیشه حکومت. از دادم اینا رو برموده اما عبر عقلیست دیگه که شمشیر که اون وقت شمشیر بوده، وقت که خون بریدی شمشیرها رو از نیام در میاری، از قلاف در میاری، وقتی کشتی قرآن اون طرفت هم حرکت میکنه، وقتی اصله دست گرفتی روی اون طرف تیر بارو که اون طرف دار زدی اون طرف هم بلند میشه و تو را کسانت تو را همینجور قتل میکشه دیگه و قهرن شور منجر به شورش میشه. حتی به خمینی من تذکر دادم که لبنان ثانی میکنه ایران را، بالاخره برمیگرده به جنگ داخلی یا اینکه خدمت شما عرض میشه که یه نحوه حرکت های تند دیگه ای مثل نحشه به کودت های چیزی و این هایی که الان خونوزی کردن پدرشون در میاد. پس اگه حضرت مولا علی که میفرمد، یعنی عقل میگه به مولا علی هم فرموده، یعنی اگه دیدی حکومت توقف داره به خونریزی از دست از اون حکومت بردار. پس یه امر عقلی قبل از این که ما حکم شرعی رو بیان کنیم، این عقل هم شرعه، این حکم عقلی که شرع هم قبولش داره و مولا علی هم قبولش داره، این امر عقلی رو ما باید به اون افراد، به حتی خود این طاغوت ها، خود این ظالم ها تذکر بدیم. و اون اینه که توقع نبود داشته باشن، هیچ کس نبود توقع داشته باشه وقتی اون نظام شروع میکنه به کشتن از یک گروه از همه گروه ها، شروع میکنه به کشتن، به تیر باران کردن، به ترور خیابانی و به زندان انداختن. نباید توقع داشته باشه که این از اون نکشن، این عکس‌العمل قهرشه که او میکشه از اینا قهرن، عکس‌العملش اینا رو میکشن و از قضا میتونن اینا حتی به تماسک با قرآن هم برای کاراشون بکنن. اذن الذین یقاتل و یقاتلون و انهم ظلمو، اذن از خدا، اذن اینجا من شهر دادم در اون قسمت جادم، اذن یعنی در اینجا تجویز، نه این معنیش اینست که حرام نیست، این چون در مزان احوال این بوده که حکومت باشه مردم خیال میکردن حرامه، ولی ظلم شدی نباید آدم بکشی، آدم بکشی تعبیر از شده ولی فرمانه، یعنی دستوره، واجبه اونایی که مورد قتل واقع میشن واجبه که اینا هم مبارزه کنن و اون هم عذر للجهاد جنگ کنن، مقاتله کنن، چون ظلم واقع شده، مورد ظلم واقع شدن. خب این دسته ای که میبینه مورد ظلم واقع شده هم وجد هم به طور طبیعی ولو متدین به هیچ دینی هم نبود اکسل همه نشون میداد. من افکرم گیده به خطاب خود این خمینی کنم توقع نهشت باش که وقتی میکشی نکشن، خب میکشن دیگه. و علاوه بر این که قرآن هم تشویق کرده و اینا هم میگه ما معتقد به قرآنی، طبق این قرآن ما عکس العمل داریم نشون میدیم، هم عکس العمل فطری انسانیست که دفاعه، هم عکس العمل، هم این که این عکس العمل را تجویز هم شده در قرآن، اینا میگن. و عفت کردم حضرت عمه، حضرت امیرالمومنین همون امر فطری داره ذکر، باری به حکم شرعی نداره. اونجا حضرت به مالک اشتر می نویسته که بدون که با خون ریزی، ولو خون ریز افرادی که تو مضر میدونی، امینه بدون که هیچ حکومتی با خونریزی نمیتونه پایدار باشه.